نه نه گوشات. آیا از چی داری میگی تو؟ اسمشو یادم نمیاد، یه صفت بود، فکر کنم کلوفت بود. همون عمیقه دیگه. آقا درین؟ دیدی فهمیدم آقا درین. منم داشتم فکر میکردم که اسمش کوتاه بود یا نازک بود. درین بود یعنی آقا درین. آیا از گیر زدی به این یارو؟ پیشنهادشو قبول نکردم، گفتم فکر میکنم، الانم دارم فکر میکنم. به نظرم زیاد فکر نکن، اون مغز شیرین تو خسته نکن. آیاز وایسین ببینم اینجا چه خبره. چیزی نیست بابا، آیاز همیشگیه. شت ببینم درین کیه؟ رفیق جدید اویکور. نه همچین چیزی نیست. عصبیمون نکن، بگو دیگه. آخه چیزی برای گفتن نیست. آقا درین عکاسه، توی شوی ازلم خانوم همو دیدیم، بعدش هم تو گالری همو دیدیم، همینطوری همو میبینیم، همه جا پیداش میشه، خاصیتش. خب بعدش؟ بعدش به من پیشنهاد کار داده. تو چی گفتی؟ گفتم فکر میکنم. بعدش چی شد؟ دارم فکر میکنم. ببینم شما رو تو چرا اینقدر کنجکاو شدین؟ یه برنامه صبح دستتون بگیرین که مجله خبری هم باشه. چند سال دیگه هم همین میشه مته جون. من واقعا دارم چی کار میکنم؟ تازه اصلا بحث مهمی نبودش که. ببخشید سیبل جون، مگه تو چه فکری کردی؟ اونم با وجود من؟ باشه ما بعدا دخترونه حرفامونو میزنیم مگه نه؟ دقیقا. ما یه بار مردونه بشینیم حرف بزنیم باشه؟ روحیه تیمیتون کجاست بابا؟ نشد ایلکر جون، نشد. اون حلوا رو میگه من. صبح بخیر. تو حرف زدنم بلدی؟ حوصله ندارم. میدونم از دیروز یک کلمه هم حرف نزدی. چی شده دختر؟ بگو ببینم، مگه من رفیقت نیستم؟ چرا؟ یالا بگو. ولکو ببین، اگه یه زن عصبانی کیک درست کنه اصلا نشونه یه خوبی نیست، من اینو خوب میدونم. یالا بگو. مت به هم خیانت کرد. خیلی خوب. امره جون سیر شدی یا بازم بیاری؟ ای بابا افتادم سر زبونم. امره جون اگه میخوای نون داریم، برم برات بیارم. دارن اغراق میکنن خاله مارال. ممنونم، خیلی زحمت کشید. آره واقعا خیلی ازتون ممنونم که اومدین. خیلی وقت بود که خوشحال نبودم، حالم خوب شد. این حرف چی عزیزم؟ مشکلی نیست، ما کنارتی. در حضورتون از متم خیلی ممنونم، در خونش رو برومون باز کرد، خیلی بهش زحمت دادیم. این چه حرفی عزیزم؟ چه حرفی؟ از شما ممنونم، همیشه کنارم بودید، شما ها دلگرمین بودین، از همه تو خیلی ممنونم. ولی یکی بود که حتی یه لحظه هم نذاشت امیدم از دست بدم. از رانندگی تا آشپزی تو روزه سخت زندگیم کاری نبود که نکرده باشه. آیاز خیلی ممنونم. داداش آیاز اکاش بازم املتو درست میکردی. املتی چی؟ یه غذای خیلی خاصه، شاید یه روز برای شما هم درست کنم. خیلی با کلاسه. آره میخوری. آره واقعا میخوره. اگه این خونه نبود واقعا خیلی سخت میشد. کار خدا رو میبینین؟ زنه بالاخره دلش رحم اومد و وجدانش راضی نشد. ولی بازم وجدانش خیلی دیر راضی شد خاله مارال. آره حالا خوبه، یه طوری درستش کردی، خدا رو شکر. نه نمیشه به زنه اعتماد کرد، شاید زودتر بدهیمونو بدیم که مشکلی پیش نیاد. نه عزیزم، زنگ زد گفت بدهی نداری. یعنی چی؟ آره عزیزم دیروز بهم زنگ زد، عذرخواهی کرد، گفت خیلی ناراحتم، میخوام جبران کنم. حالا منم نفهمیدم، خیلی تعجب کردم. آخه قبلا یه جور دیگه صحبت میکرد ولی الان یه طور دیگه حرف میزنه. مثلا اون روزی که اومده بود کافه خیلی بد با من برخورد کرد. با همسایه طبقه بالای ما؟ مطمئنی؟ نباید گول پاستوریزه بودنشو میخوردم. والا باید از اینا ترسید. خب میخوای چی کار کنی؟ از قدیم چی گفتن اولجای؟
چی گفتن عزیزم؟ دوستتو نزدیک نگه دار، دشمنتو نزدیک دار. سلام، من هم خونه جدید همسایه پایینتونم، اومدم با اتون آشنا بشم. تو این بار یه جنگ واقعی را میندازی. بالا همچین نیتی ندارم، ولی یا میسوزونی یا میسوزی، این کار اینجوریه. تازه با یه همسایه بازی کسی آسیب نمیبینه. خیلی شیطونی. آیاز راستشو بگو، بدهی ما رو تو دادی؟ چرا حرفمو باور نداری؟ بگو دادی یا ندادی؟ آیکو گفتم که نه، حتما چون مستجر را فرار کردن برای اینکه خونه خالی نمونه این کارو کرده. مگه مستجر پیدا کردن راحته؟ برای اونا که خیلی ناراحتم. بی خیال شو، اونا تا الان خونه پیدا کردن. ببین، من اون زنو میشناسم، زن این نیست که همینطوری از سر وجدان بدهی رو صاف کنه، یه کاسه زیر نیم کاسه است. آخرین باری میپرسم، تو که چیزی رو از من مخفی نمیکنی مگه نه؟ شب اول، یعنی شبی که تو کوچه موندیم، رفتم باهاش حرف زدم ولی نتیجه نداشت، زنه قبول نکرد. اوه که من واقعا چی نمیدونم. خیلی خوشمزه شده، دست درد نکنه. نوشه جان، خیلی وقته که تو این آپارتمانم ولی همسایه نیومده بود پیشم. وقتی اولجایو هم میبینم فقط یه سلام به هم میکنیم، همین. خب آدمیت مرده، الان همه یه تلفن دستشونه، دیگه رابطه ای نمونده. آدم ها دیگه حتی اسم همدیگرم نمیدونن. راستی ما نمیدونیم. آره راست میگی، خیلی ببخشید، من گیزمم. ملک. خوشبختم ملک. منم. خب شغلت چیه؟ کارم تدارکات عروسی. ده چقدر خوب، عالیه. تو چی کار میکنی؟ من طراحم، طراح مد. ولی کار تو هم خیلی باحاله، خیلی سرگرم کننده. حداقل میتونم بگم کاری که میکنم و دوست دارم. منم یه نامزد دارم، مانکنه، اسمش بیروله. میخواییم عروسی کنیم ولی جا پیدا نمی کنیم. تازه یه عالمه مهمون داریم، اصلا نمیدونیم اونا رو میخواییم کجا جا بدیم. بیاین پیش من، برنامه عروسیتون رو بچینم. واقعا؟ البته. عالی میشه. آره عالیه. خب تو چی؟ تو که از این عروسی به اون عروسی میدویی، خودت عشق و دوست به سر نداری؟ من کسی رو پیدا نکردم هنوز، وقت ندارم که. البته خب خیلی اتفاقی، چند روز پیش یکی رو دیدم که داشت از خونه تو میومد بیرون، داشتی بدرقش میکردی. آها تو مته رو میگی؟ نه اون دوست دانشگاه منه، عزیزمه. آیاز خواهش میکنم لطفا چیزی ازم مخفی نکن، این چیزیه که من ازش متنفرم. خب من کاری نکردم عزیزم. اگه اون زنه راضی میشد چی؟ مثل صدقه دادن اجاره همونو میدادی؟ میخواستی کاری که مامانت کرده بکنی؟ من مامانم نیستم آیکو. منم امیدوارم. ببین قبلنم همین جوری شد، من میخواستم کمکت کنم ولی تو منو پس زدی. چون که میخوایم خودمون حقمونو به دست بیاریم، من و مامانم کسایی نیستیم که غرورمونو زیر پا بذاریم. بابام هم که رفت ما بی پول شدیم، چی شد؟ دوتاییمون از پسش بر اومدیم، از کسی هم کمک نخواستیم. ببین برای کمک کردن به من لازم نیست که با پول خیالم راحت کنی، کاری کن حس کنم کنارمی. ببین دستتو بگیرم تو کنارم باشی برام کافیه، چیز دیگه ای نمیخوام. بعد از همه این اتفاقا برام سخته که کار پیدا کنم، برای همین به هر پیشنهادی باید فکر کنم، باید یه جایی درست شروع به کار بکنم. یعنی پیش اون عمیقم برای کار میخوای بری؟ آره لازم باشه پیش عمیقم کار میکنم. ازت میخوام که منو درک کنی لطفاً. من و مته تو دانشگاه خیلی صمیمی بودیم ولی بعدش مثل همه از هم دور شدیم. دیشب با دوستام تو بار بودیم، تصادفاً مته رو دیدیم، همه با هم اومدیم اینجا، مته هم اومد، بعدش دوستام رفتن، من و مته تنها موندیم. تا صبح با هم حرف زدیم، دلمون برای هم تنگ شده بود. اون تعریف کرد من گوش کردم، من تعریف کردم اون گوش کرد. مته یه نامزد داره که نگو. بلاه؟ آره بلاه، ولی بلای شیرین. فکرش به هم ریخته بود،
برام تعریف کرد، منم قاطی کردم، نفهمیدم دختره خوبه یا بده. خب پس اونطور که من فهمیدم بین شما چیزی نیست ها؟ نه بابا، تا صبح داشتیم حرف میزدیم. خوبه، چقدر عالی. چای میخوری؟ یکی دیگه بیارم؟ آره حتما. باشه الان میارم. میخوای بازم هست؟ خب کیا پرتقال میخواد؟ دخترم حالا به یادمه بچه بده که ازت آب پرتقال بخوام. چیزی نیست. شک 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 طراح معروف اسلم تینکچر بعد از شوی که براش فاجعه شد ضربه دوم تو جلسه مطبوعاتی خورد. آقای کوروزه یه سخت و افتضاحی رو پشت سر گذاشته. برای اینکه خانواده‌اش رو سرپا نگه داره تنهایی خیلی کار کرده، البته خیلی گناه داره، خیلی سخته. دختر جوونیه، مادرش مارال رو میشناسم. ایشون هم توی روزای سخت مجبور شدن ظرفشویی کنن، اونم توی رستوران خرابه. خودم رفتم دیدمشون، مارال خانم خیاطی میکنن. فکرشو بکنید، خدا هیچکیو به این روز نندازه. ما باید به آدمایی که توی این شرایطن کمک کنیم. آدمایی مثل ما باید اونا رو به اجتماع جذب کنن. آره اویکوشو رو خراب کرد، ولی ما چی کار میکنیم؟ اونو بیرون میکنیم؟ نه، ما اونو بیرون نمیکنیم، پیشش میمونیم، دستشو میگیریم. آخه وظیفه ما اینه. میخواستم در مورد شما یه قابل باور. خیلی فکر کردم، نمیتونم اجازه بدم که اویکو هدر بره. باورم نمیشه که چطور همچین کاری کرده. عزلم همچین زمینیست، واقعا هیچی نفهمیدم. مامانم عوض شده. اوی کجون رفقا، برای اینکه با مادر جای مامانم از همتون معذرت میخوام. عصبانیت عزلم دیگه چرا میشد از چشماش فهمید؟ قیافاتون عوض کنین، خواهش میکنم. نمیخوام هیچکی منو اینجوری نگاه کنه. چیزیه که شده تموم شد، دیگه همچین چیزی پیش نمیاد، چون من اجازه نمیدم پیش بیاد. هممون به اندازه کافی ناراحت و اذیت شدیم، دیگه همه باید به زندگیشون برسن. منم همینطور یه کار جدید پیدا میکنم. نمیدونم کی دیگه بهم کار میده، ولی بیخیال نمیشم. لازم باشه شغلم عوض میکنم. دیگه عزلم خانم و خانه مودو توی زندگیم نمیخوام. شما هم باید تو این زمینه بهم کمک کنید. دیگه هیچکی حرفشو نزنه، ازتون خواهش میکنم. خب حالا کیا پرتقال میخواد؟ من. تو میخوای عزیزم؟ واسه برجوی من هم میخوای. خارج کشور خیلی خوب بود، منو یه آدم دیگه کرد. اگه نرفتی و توانشو داری، به نظرم برای یکی دو ماه حداقل برای درس خوندن حتما برو. عالیه. ببخشید چیز کنترل کنترل ببخشید. لحظه ای که اویکو آجار پیشنهاد عزلم دینکچر رو رد میکنه، اینطوری جذب دوربین های ما میشه. بعد از پیام بازرگانی با خبر داغ برمیگردی. ببخشید من باید یه تلفن بزنم. خواهش میکنم. ببخشید. آیول جی باورم نمیشه چطوری شد. عزلم برای نجات شو خبرنگارا رو دعوت کرد، بعدش هم به دختر خونه داد، اومد درستش کنه، همه چی رو بدتر کرد. میدونی که به نوعی همه اینا تقصیر منه. اگه شو اویکو رو خراب نمیکردم، عزلم خانومم مجبور نبود که این وضع درست کنه. آبروی اویکو هم اینطوری نمیرفت. اوف، همش تقصیر منه. خب یعنی آره اینطوریه دیگه. من یکی دو دقیقه دیگه زنگ میزنم.
چی شده ملک؟ حالت خوبه؟ ببخشید من باید برم. البته چند تا کار دارم که باید انجام باشه. بازم بیا. راستی میخواستم بگم خونه تو هم خیلی قشنگه، به سلامتی توش زندگی کنی، ولی خیلی خوبه که خیلی وقت اینجایی. به هر حال خدا حافظ. خدا حافظ. آیکا جون بازم تبریک میگم، خیلی خوبی برات. مرسی که اومدی امره. آقا بلند ازتون ممنون. خدا حافظ. ممنونم عزیزم. اگه چیزی شد خبر بده. باشه باشه. تو نمیری سر کار؟ من بمونم؟ حتما کاری هست که بکنم. نه دیگه تو برو، من و مامانم میخوایم یکم حرف بزنیم. مطمئنی؟ پایین منتظر میمونم. مطمئنم. برو لطفا. تازه به خاطر من رابطت با مادرت خراب شده، با اونم صحبت کن آشتی کنی. نمیدونم، یه فکری میکنم. خاله مرال واقعا خوشحال شدم، امیدوارم همیشه سفرتون تو خونتون پهن باشه. ممنونم، کارای تو رو نمیتونیم جبران کنیم پسرم، واقعا ازت ممنونم. عزیز دلم بیا بغلم. عزیزم بهت زنگ میزنم. باشه. من رفتم، خدافظ. بیا اینجا ببینم مادرش، ببین بزرگ شده داره ما رو میپیچونه. برو ببینم. را بیفت. ای هلد آبجی. عزیز دل آبجیشه. خدا رو شکر دلم برای اینطوری بودنتون تنگ شده، خدایا شکرت. جم آبجی جون برو بالا ببین من بالام. ای بابا بازم. برو دیگه میخوام با مامان حرف بزنم. اوف. دخترم حالت خوبه؟ خوبم مامان جونم، واقعا خوبم. فکر نمی کنم، یعنی تا میاد تو سرم سری سعی می کنم فراموشش کنم. اصلا ما این موضوع بستیم دیگه، نه؟ البته حق با تو. آره راستش من درباره یه موضوعی میخواستم باهات مشورت کنم. آره بگو دخترم. به من پیشنهاد یه کاری شده ولی مطمئن نیستم. چند دقیقه پیش به بچه ها گفتم ولی فکر کنم تو نبودی نشنیدی. نه من اینو نمیدونم. کی پیشنهاد داده؟ درین آیدین. آره لیلا، پرونده ها تو کمد کنار میزمه، اونا رو سری بفرست. خب باشه، زود باش. مته سلام، چطوری؟ خوب خوب. پیش اویکو بودیم، بالاخره خونشون رو پس گرفتم. تهش تونستم خوشحال باشم، البته چون کسی چوبلوی چرخشون نذاشته کارشون راحت پیش رفته. شیما خوبه، براشون خوشحال شدم. پیش مامانت میمونی؟ آها ببخشید، به من ربطی نداره. نه آره ببخشید مته، اون روز تو تلفن تو اصلا توضیح نده شیما. او حلقرم که در آوردی، خیلی خوبه. چیزی هست که نمیدونم. همیشه چیزی هستش که نمیدونم، اگه نه مشکل همینه. نه میته تو رو خودت فقط خواستم بده. از اون دختر معذرت خواهی کنی، همین، هیچی دیگه ازت نخواستم. یه عذرخواهی خواستم، تو همین کارم نکردی، مارم به اینجا رسوندی. به نظرم دیگه هر کسی بره دنبال زندگی خودش. نه میته. چی میگی مامان؟ پیشنهاد آقا درین رو قبول کنم؟ والا دخترم من نمیدونم، این تصمیم خودت باید بگیری، ولی فکر میکنم ارزش امتحان کردن رو داره. ببین هر کاری که میکنی برای آینده خودت بکن، باشه؟ نمیخوام به خاطر بدهی و خرجمون تصمیم اشتباه بگیری، باشه؟ قبوله؟
باشه، پس من برم صحبت کنم بفهمم چه کاری و چه جوریه تا ببینیم چی میشه. آره، با امتحان کردن که چیزی از دست نمیدی. باشه مامان جون، پس من حاضر بشم برم اونجا، اجازه میدی؟ اجازه ما هم دست شماست. وای دختر خوشگلم. باز میکنم. الو گیزم، چطوری؟ منم خوبم. میخواستم بگم اگه شب وقت داری شام بریم بیرون. باشه. تو رو خدا تو حداقل بهم گوش کن. من اومدم اینجا معذرت خواهی کنم. تو نزدیکترین نیستم. دیگه نیستم شیما. تو با آدمایی که تو خیابون از کنارم رد میشن فرقی نداری. اوی کو ببخش لطفا. نه نمیبخشم. تو پشت معذرت خواهیتم یه نقشه ای هست. تموم شد. من دیگه ساده نیستم. ببین کارات بی نتیجه موندن. خونرم پس گرفتیم. برو خونت گریه کن لطفا. یا نه وایسا، تو برو خونت نقشه های جدید بکش. ولی اونا هم بی نتیجه میمونن. نگران نباش. دیگه سمت دختر من نیا. عزیزم چطوری عزیزم؟ خوبم، همونطور که دستور دادین اومدم دفتر دارم کار کنم. آیاز اینطوری نکن دیگه. تو چطوری؟ منم خوبم، واقعا خوبم. یکم با مامانم صحبت کردم. آیاز من میخوام این پیشنهاد کار آقا درین رو قبول کنم. خب ببین مامانم هم همینو گفت. گفت برو ببین چه کاریه، منم کنجکاوم بدونم چه کاریه چه جوریه. الان به جز آقا درین کسی نمیخواد من پیشش کار کنم. بعد از این اتفاقا کار پیدا کردن تو بازار مد سخته. دائم با من در ارتباط باش. تلفنت باید مدام روشن باشه. باشه مامان. هایکو اگه دیدی میخواد کار اشتباهی بکنه سری زنگ میزن. آیا از یکم زیاده روی نمی کنی؟ نه. مگه طرف میخواد منو ببره کو؟ تو بازم حواست باشه. باشه حواسی من باشه عزیزم، نگران نباش. میبینمت. میبوسمت. خبر بدی یا؟ باشه. ای بابا این آدم تلفن همراه نداره؟ یعنی باید به خط ثابت زنگ بزنم؟ خوردیم. تو که خیلی خوردی. مدام میخوایی این بحث رو ادامه بدی؟ به نظرت بریم سر کلاس یا یه کار دیگه کنیم؟ ما خیلی میریم سر کلاس. آدم این همه که نمیره سر کلاس. میدونی که با این روش مردود میشی. چی کار کنم؟ خیلی وقته که تنها با هم دیگه نبودیم.
حقش بود. ولی وقت گریش چی شده؟ فکر کنم براش ناراحت شدی. آره؟ نه نگاه کردم. یه سوالی میخوام بپرسم. از اون روز به بعد دیگه شیما نیومده کافه؟ نه کافه نیومد. امری با کلمه ها بازی نکن. خب پس کافه نیومده. ببینم اون جای دیگه اومده؟ نه عزیزم جایی نیومده. خوبه باشه روزمونو خراب نکنی. ولی که تو اصلا باشی ما حرف نزدی بری. زود باش. باید حرف بزنیم. منم همینو میخواستم. اول تو یا من؟ تو با جزئیات یا خلاصه؟ خلاصه. امشب یه قرار دارم. اوه حالا این همه هم خلاصه نگو دیگه. تو گیزمو توی دانشگاه یادت هست؟ گیزم؟ با هم دیگه رو پایان‌نامه‌مون کار کرده بودیم. همون پروژه که اصلا تموم نشد. نه اونجوری نبود، مقصرش کامپیوتر بود. یادم اومد. با نمک بود. چند وقت پیش دیدمش. امشب هم میریم بیرون. کاملا با جزئیات بگو ببینم. اسلام سلام. شب بیکاری؟ باشه میام پیشت که با هم حرف بزنیم. باشه ببینمت. شبم منو دعوت کرد خونه‌شون. اول گفتم نه ولی بعدش صدای از درونم گفت برم. برگشتم پار. با گیزم و دوستاش رفتیم خونه‌ش. بعدشم همه رفتن و ما موندیم. اصلا مجبور نیستی بعدشو بگی شرکی. نه بابا همچین چیزی نشد. خب تا صبح حرف زدیم. یعنی من حرف زدم و اون گوش کرد. تا خود صبح مخ دختر بیچاره رو خوردم. شیما 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 شیما. منم همینو میخواستم بپرسم. شیما چی شد؟ شریک والا نشدنیه. تو هم دیدی چند بار امتحان کردیم. نمیتونم بگم آدم بدیه ولی بدجنسی میکنه دیگه. بعد از خونه اویکوینا اومدم بیرون دم خونه دیدمش. حلقش رو در ورده بود و منو فراموش کرده بود. حالا نوبت منه که اونو فراموش کنم. حق داری. دندونی که درد میکنه رو باید کند انداخت. فکر کنم باید همین کارو کرد. والا نمیدونم. چه میدونم اون روز اون به دلم افتاد و اون کارو کردم. اصلا نمیخوام فکرشو بکنم. راستش نمیخوام با برنامه جلو برم. نوبت هرچی یه تجربهش میکنم. آره بهترین کاره. واقعا بهترینه. خب بگو ببینم مشکل تو چیه. شریک مشکل من دیرینه. مشکل تعمیقه؟ اسمش واسه کتاب قشنگه ها. چیزو میگی همون داستانی که اویکو سر صابونه تعریف کرد؟ آره اون روز. آقا دیرین آقا دیرین آقا دیرین. اوه انگار گفتم طرف منو نمیبره کو. خودمو چشم زدم. آقا دیرین آقا دیرین. اوف مگه کسی هست که از تلفن همراه استفاده نکنه؟ تازه کنار درخت مشه کمبر. چه آدرسیه؟ من درخت مشه کمبرگو چه میشناسم؟ همه ی آنورمولا هم منو پیدا میکنن. جنس این
درخت‌ها از کجا معلوم میشه؟ درخت میشه یکم برگ قدمت دارن، کنده‌هاشون صافن، برگاشون هم رگه ندارن. اینه هاش دیگه. آره بابا، مگه میشه ندیدم چیزه؟ آره میشه، خانواده داره برای خودش، برادر زن میشه یه بیگوشه چیزه. اگه همشون رو بری پیدا کنی میبینی هیچ کدومشون گوش ندارن، همشون بیگوشن. آره چیزه، امسالم خوب بگ دادن. مجبور نیستی خودتو با شرایط وقف بدی، قبول دارم آنورماله، همه به هم میگن. شما اونم شنیدین؟ درستش میکنم. تو اونم شنیدی؟ چیزه، ما چون الان تو جنگلیم، اینجاها پر حشره و جونورای آنورمال، تازه یه عالمه پرنده هم هست. من برای اون چیز کردم. درسته، مثلا اون ماری که پشتت آنورماله. حالا بی حساب شده. بیا شروع کنی. کارمون طولانی. یکم شلش. های کو، اینجا چه خبره؟ دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.